سلام، در این ویدیو کوتاه قصد داریم روش دومی برای انجام کاری که در ویدیو قبل در مورد داده های دو سهام انجام دادیم، یعنی ادغام داده های دو سهام مختلف که در دو فایل مختلف ذخیره شدن در یک فایل بر مبنای تاریخ. این کار رو در واقع به روش دیگری میخوایم توی این ویدیو انجام بدیم که خب از روشی که دفعه قبل با استفاده از تابع ایندکس و مچ انجام دادیم ساده تره، ولی خب از یه قابلیت پیشرفته تری از اکسل استفاده میکنه که در واقعش میگن قابلیت کوئری. این قابلیت کوئری بسیار قابلیت قدرتمندی هست، البته خب جزو قابلیت پیشرفته و استفاده از اون کمی تخصص و تجربه بیشتری میخواد در اکسل و خیلی کارهای فراتر از کاری ما که ما الان میخوایم انجام بدیم میشه باهاش انجام داد، که خب تو این ویدیو اصلا فرصتش نیست به اونها بپردازیم، اما مثال خوبی هست از کاربرد کوئری. خب ما در چه وضعیتی هستیم؟ فرض میکنیم دو تا فایل اکسل داریم اینجا، مثلا مربوط به سهام دو شرکت مختلف هست که هر کدوم از اینها مثلا یه ستون تاریخ داره، یه ستون ریترن داره. هر دو فایل رو در یک فولدر داریم و در واقع قصد داریم چیکار بکنیم؟ قصد داریم فایل جدیدی بسازیم که اون تاریخ هایی که هر دو سهام درش قیمت موجوده براش و ریترن براش موجوده اونا رو نگه داریم و ریترن هر دو رو جلوش بنویسیم. پس یه فایل جدید ایجاد میکنیم، فایل اکسل، و قابلیتی که میخوام بگم شاید در نسخه های ورژن های اولیه نرم‌افزار اکسل موجود نباشه، اما مطمئنا از ورژن 2013 بعد، یعنی اکسل 2013 بعد، مطمئنم که این قابلیت رو داره. توی تب دیتا اگر بیاید یه گزینه داریم نیو کوئری، و کوئری رو در واقع انتخاب بکنیم. اینها در واقع راه های مختلفی هست که اکسل میتونه کوئری بگیره از منابع مختلف. کوئری در واقع اصطلاحی هست در حوزه دیتابیس که حالا معادل فارسی مناسبش نمیدونم چی هست، دیدم بعضی ترجمه کردن کورس ما، ولی حالا خود کوئری مرسوم تر از استفادهش و به معنی در واقع درخواست اطلاعات هست از یه منبع دیگه، که اون منبع دیگه میتونه یه دیتابیس باشه، میتونه یه فایل باشه، میتونه یه سایت اینترنتی باشه، میتونه یه سیستم باشه، هرچی. همه این انواع درخواست اطلاعات رو در واقع بهش میگن کوئری، و کوئری به نوعی نشون دهنده اتصال به منبع اطلاعات دیگه است. بنابراین اکسل از طریق قابلیت کوئری میتونه متصل بشه به منبع اطلاعات دیگه. اون منبع ممکنه یه فایل باشه، همونطور که میبینیم اینجا گزینه فرام فایل رو داریم، ممکنه فایل اکسل باشه، فایل سی اس وی باشه، فایل های انواع دیگه فایل باشه، یا یک دیتابیس باشه. اینجا در واقع اتصال به انواع دیتابیس ها رو میبینیم و قابلیت های دیگه، یا ممکنه از یک کوئری موجود در واقع دوباره کوئری گرفته بشه. این همه قابلیت هایی که این کوئری داره، و مثلا یه ویژگی جالبش این هست که وقتی اون منبع کوئری اطلاعاتش تغییر میکنه، به صورت خودکار در واقع خروجی کوئری هم آپدیت میشه توی اکسل. به عنوان مثال اگر شما از یک صفحه اینترنتی در واقع کوئری گرفته باشین، مثل گزینه که اینجا می‌بینیم فرام وب، در اون صورت با تغییر اطلاعات اون سایت در واقع اتوماتیک دیتا شما هم آپدیت میشه. حالا کاری که ما اینجا می‌خوایم انجام بدیم کوئری گرفتن از فایل هست، یعنی همونطور گفتم ما دو تا فایل داریم، می‌خوایم از اونها کوئری بگیریم. پس در واقع اینجا گزینه فرام ورکبوک رو می‌زنیم و این فولدر رو اینجا بهش بدیم. این یک کوئری،
خب که ما از ما میپرسه در واقع کدوم شیت اون فایل رو میخوان که ما اون یه شیت بیشتر نداره، همون انتخاب میکنیم و گزینه لود رو میزنیم. میبینیم که در واقع یک کپی از همون فایل رو داره به ما اینجا نشون میده، همه اون ستونهایی که اونجا داشتیم تا ستون ریترن که خودمون اینجا کردیم همه اینجا هستن. اینجا تو قسمت کوئری ها هم یک کوئری ایجاد شده که نشون دهنده اتصال به اون منبع هست. حتی اروری که تو اونجا وجود داشت هم اینجا تشخیص داده، یه ارور هم به اون فایل وجود داشت که ناشی از تقسیم بر صفر بود. یک کوئری دیگه هم ایجاد میکنیم برای فایل اون یکی سهام، دوباره از فایل و این بار توی همون فولدر یکی رو انتخاب میکنم. خب فولدر میزنیم. خب این هم در واقع کوئری دوم. دقت کنید که این دیتا صرفا کپی همون دیتا موجود تو فایل دیگه نیست، چون همونطوری گفتیم این یه اتصال به اون فایله و اگر ما اون فایل رو تغییر بدیم و رفرش کنیم این کوئری رو، در واقع اون تغییر اینجا هم اتوماتیک اعمال میشه. حالا میخوایم چیکار کنیم؟ ما میخوایم این دوتا کوئری رو به نوعی ترکیب کنیم با هم، چه عملیاتی روش انجام بدیم، به نوعی به اصطلاح میگن مرجشون کنیم بر اساس یکی از ستوناشون که اون ستون تاریخ هست. این دوتا کوئری رو میخوایم مرج بکنیم با هم دیگه، که این کار رو در واقع باز تو قسمت دیتا نیو کوئری کامباین کوئریز، ترکیب کوئری ها و گزینه های مختلف برای ترکیب داره، که اینجا از گزینه مرج میخوایم استفاده کنیم. مرج رو انتخاب میکنیم. کوئری اولمون که همون سهام فامیلی هست، کوئری دوم رو هم انتخاب بکنیم، سهام ایران خودرو. و حالا باید بگیم بر اساس کدوم ستون اینها رو مرج یا ادغام بکنه، که اینجا ستون تاریخ رو انتخاب میکنیم برای هر دو، پس بر اساس تاریخ اینا با هم قراره مچ بشن و تطابق پیدا کنن. و نوع ادغامشون هم اینجا باید مشخص بکنیم. حالت مختلف میتونه رخ بده، ممکنه یه تاریخی توی کوئری اول باشه تو دومی نباشه، دومی باشه تو اولی نباشه، یا توی هر دو باشه. اینجا ما وقتی بهش بگیم اینر، یعنی اون اشتراک داخلیشون رو در نظر بگیره، یعنی اونهایی که تو هر دو هست رو فقط ما میخوایم. اینجا ما توضیح میده که از 3315 تا 2870 تاش مچ شد با هم، که اگر ما اوکی رو انتخاب بکنیم یه صفحه جدید میاد که این رو، این در واقع نشون دهنده در واقع اون داده های مرج شده است، که البته اینجا الان به ما یه ارور میده که اون ارور ناشی از همون مقدار تقسیم بر صفری هست که توی داده ها وجود داشت. که حالا اینجا فعلا برای اینکه این مشکل رو رفع بکنیم، ما کاری که میکنیم این هست که این تقسیم بر صفر رو از توی دیتایی که توی در واقع اون دوتا فایل اکسل داشتیم حذف میکنیم. راه دیگه برای در واقع نادیده گرفتن این ارور هم هست، ولی فعلا ما ساده ترین راه رو انتخاب میکنیم. پس من چیکار کردم؟ اینو از دو دوتا فایل اصلی حذف کردم. حالا این دوتا کوئری که اینجا گرفتیم رو اگر ما رفرش کنیم، خواهیم دید که اون ارور حذف میشه. دیگه میبینیم که اینجا اروری وجود نداره. پس مجددا اون مسیر مرج رو دنبال میکنیم. فایل اول، فایل دوم، بر
اساس ستون تاریخ و نوع اشتراکشون هم داخلی، یعنی سطرهایی که توی هر رو هست رو فقط نگه میداریم، که یه صفحه جدید باز میشه و به ما نشون میده نتیجه اون کوئری رو، که دیگه این بار در واقع اروری به ما نمیده. این اون کوئری اول رو اینجا میاره، بعد کوئری دوم رو شما میتونید از طریق این گزینه انتخاب کنید کدوم ستون هاش بیاد، که اینجا ما فقط به ستون ریترن نیاز داریم، بنابراین فقط ستون ریترن رو انتخاب میکنم که این میشه ریترن ایران خودرو دات ریترن، که من کلوز اند لود رو وقتی بزنم یه شیت جدید برای ما ایجاد میکنه، که این همون دیتایی هست که ما نیاز داریم، که البته به بیشتر این دیتا ما نیاز نداریم، میتونیم اینها رو هاید بکنیم. این ریترن ریترن فامیلی هست، اینم که پیشوند ایران خودرو داره، ریترن ایران خودرو هست، و دیگه ما میتونیم اون تحلیل های مورد نظرمون رو روی این انجام بدیم. بنابراین کاری که ما کردیم در این ویدیو با استفاده از قابلیت کوئری در اکسل بدون نیاز به استفاده از توابعی مثل ایندکس و مچ، این دوتا فایل متفاوت رو بر اساس یک ستون مشترک با هم ادغام و مرج کردیم. به عنوان یک نکته پایانی، برای اینکه با یک نمونه از قابلیت‌های کوئری اکسل هم آشنا بشیم، میتونیم از یک در واقع امکان دیگه‌ای که در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس TSETMC هست استفاده بکنیم، و اونم دیدبان بازار هست. تو قسمت دیدبان بازار در واقع اطلاعات لحظه‌ای همه نمادهای موجود در بورس رو شما میتونید مشاهده بکنید، که به عنوان مثال دسته‌بندی شدن سهام‌ها بر اساس اون بخش صنعت، مثلا خدمات فنی مهندسی، اطلاعات و ارتباطات، رایانه، انبوه‌سازی و غیره. تعداد بخش‌های صنعت هست. حالا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هم دسته‌بندی شدن، اوراق تأمین مالی یا همون اوراق درآمد ثابت با هم دسته‌بندی شدن، و تا زیر دسته هست و هر کدوم همه نمادها اومده و جلوی اونها اطلاعات لحظه‌ای بازارشون، قیمت، تغییرات، آخرین معامله در واقع نمایش داده میشه. حالا الان ساعت باز بودن بازار نیست، ولی در ساعت باز بودن بازار این لحظه‌ای این جدول آپدیت میشه. میشه اطلاعات این جدول رو برای انواع تحلیل‌ها به صورت فایل اکسل گرفت، ولی یه قابلیت خوبی که به عنوان مثال توی سایت قرار دادن این هست که به صورت مستقیم بتونیم از اکسل متصل بشیم به این دیدبان بازار، که کافی این لینکی که اینجا میاره رو کپی کنیم و در اکسل به عنوان مثال من شیت جدید باز میکنم، باز تو تب دیتا اگر بیام گزینه From Other Sources رو بزنیم و From XML Data Import رو بزنیم، و اینجا همون آدرسی که کپی کردیم از سایت بورس رو قرار بدیم، خواهیم دید که در واقع اون دیتا دیدبان بازار رو مستقیماً در فایل اکسل برای ما لود خواهد کرد. خب این اروری که میگیره خیلی مهم نیست و این اطلاعات رو اینجا برای ما میاره. این در واقع همون جدولی هست که تو سایت میدیدیم، نمادها و نام کاملشون و حالا سایر اطلاعاتی که هست. البته یه سری از مثلا عنوان ستون ها اینجا نیومده، که ممکنه به دلیل حالا شاید فارسی بودن نام باشه، نمیدونم، ولی دیتای عددی کامل برای همه نمادها اومده. و نکته جالب در واقع زنده بودن این اتصال هست، یعنی که در لحظه شما میتونید اگر این ریفرش رو بزنید اطلاعات به روز میشه اگر تغییر کرده باشه، و بعد شما اگر چنانچه تو فایل اکسلتون تحلیل های بعدی بر اساس این جدول ساخته باشین، وقتی اینو ریفرش کنید همه اونا اتوماتیک به روز خواهند شد.